در ادامه میخوام یک سری از خواص دیگه از اجسام رو معرفی بکنیم و همچنین بعضی خواص که مربوط به یک سری از اجسام خاص میشن. به عنوان نمونه اگه شما از این تولبار روی گزینه کانویور کلیک بکنید، این ابزار به شما امکان ایجاد یک بادی که از نوع نوار نقاله هست رو به شما میده. کافیه که روی صفحه یک بار کلیک بکنید، ماوس رو درگ بکنید، کلیک بعدی رو انجام بدید و دوباره ماوس رو درگ بکنید و کلیک نهایی رو انجام بدید. همونطور که ملاحظه میکنین این یک نوار نقاله هست که در نرم افزار ورکینگ مدل به عنوان یک بادی در نظر گرفته میشه. این نوار نقاله، من که ویو رو بهتر بکنم، شامل دو تا استوانه هست، یک نوار نقاله و همچنین یک موتور هست که کل این مجموعه رو ورکینگ مدل به عنوان یک بادی در نظر میگیره. اگر بخواید خواص مربوط به شما ملاحظه بکنید هم که دوباره کافیه که یک دبل کلیک روش انجام بدید. خب همونطور که میبینید این خواص مربوط به این بادی هست که حالا اگر شما بخواید خواصی رو کمتر یا بیشتر داشته باشین یا نداشته باشین، میتونین از این قسمت استفاده بکنین برای آوردن و یا نیاوردن یک پراپرتی و یک خاصیت خاص برای این چیز. خب اون خاصیت یا اون پراپرتیه که مخصوص این کانویور هست از تب سورفس ویلاسیتی قابل دسترسی هستش که شامل چندین بخشه. یکی هست بخش اسپید که در حقیقت میاد و سرعت اون نوار نقاله رو شما میتونید در اینجا براش مشخص بکنید، چه با یک عدد ثابت و چه از طریق فرمول نویسی. همچنین یه قسمت دوم به نام موران وجود داره که شما در این قسمت میتونید راستای دوران موتور محرک نوار نقالتون رو مشخص بکنید. در این جایگاه ها هر عددی که بین منفی یک تا یک باشه قابل تعریفه و عدد صفر هم یعنی که شما دوران موتور حول اون محور رو نخواهید داشت. به عنوان مثال به صورت پیش‌فرض الان نوار نقالی ما در راستای مثبت جهت ایگرگ با سرعت 0.2 دارای حرکت هستش که اگه ما بخوایم این حرکت رو نشون بدیم کافیه که یک جسمی رو روی این کانویور قرار بدیم و سیمولیشن رو ران بکنیم. برای اینکه این موضوع بهتر مشخص بشه من اول ابعاد این کانویور رو به عنوان مثال تغییر میدم، مثلا به صورت اول وایر فریم درش میارم، روش کلیک میکنم، حالت زوم رو بهتر میکنم. خب راستا ایکسش همونطور که ملاحظه میکنید در راستای این جهت هست که 42 متر در نظر گرفته شده، مقدار طول در جهت ایگرگش 0.1 و زدش رو هم من به عنوان مثال 0.1 قرار میدم. به این شکل از تب مربوط به پوزیشن میام و اون رو در مبدأ مختصات قرارش میدم. حالا یک باکس هم ایجاد میکنم به درک و کلیک کردن و با دو بار کلیک کردن بر روی این باکس هم ابعاد مربوطه به اون رو از منوی مربوط به باکس تغییر میدم. اما رو به عنوان مثال 0.1 میذارم باشه که هم عرض اون نوار نقاله هم باشه. و حالا میخوام این باکس رو ببرم و روی نوار نقاله قرارش بدم. به این منظور باید از قسمت مربوط به تب پوزیشن استفاده بکنم. الان دقیقا در مرکز قرار گرفت. برای اینکه به سطح بالای نوار نقاله برسه باید زدش رو دقیقا به اندازه زدی که برای کانویور در نظر گرفته بودم انتقالش بدم. طول کانویور هم کمی بیشتر میکنم، از تب مربوط به کانویور استفاده میکنم برای اینکه طول رو کمی بیشتر تن 1 متر در نظر بگیرم. خب حالا برای اینکه بهتر دیده بهتر داشته باشیم شکل به صورت شیدد میکنم و همچنین یک رنگی هم به این کانویور میدم که متمایز باشه از باکس ما. مثال این رنگ رو براش در نظر بگیرید. یک تبی هم اینجا وجود داره، یک تب کالر که شما از این قسمت هم میتونین رنگ اجسامتون رو تغییر بدین. به صورت کمی دقیق‌تر در حقیقت. به عنوان مثال اگه بخواید
مقدار رنگ قرمز رو بیشتر یا کمتر بکنی، میتونین با درگ کردن این اسلایدر این عمل رو به راحتی انجام بدین، و یا اینکه یک عددی بین 0 و 1 رو اینجا درج بکنین. هر چون عدد به سمت 1 نزدیکتر باشه، مقدار رنگ قرمزی که در این رنگ کامپیوتر به کار میره بیشتر هست، و به تبع هر چی به سمت 0 نزدیک میکنین مقدار قرمزی اون کمتر میشه. به همین ترتیب برای رنگ سبز و رنگ آبی هم میتونیم از این تیف استفاده بکنیم و با ترکیب اونها هر رنگی رو که میخواین برای خودتون ایجاد بکنیم. برای رنگش هست و برای براقیش هم میتونین از این قسمت فینیش استفاده بکنیم، برای اینکه به اصطلاح جلای اون بادیتون رو مشخص بکنید. این تقریبا کالر تقریبا برای تمامی بادی هایی که شما در نرم افزار ورکی مدل ایجاد میکنین قابل دسترسی هستش. برمیگردیم به کارمون. برای باکس هم یک رنگی من در نظر میگیرم، مثلا کمی اون رو به حالت سبز درش میارم. خب الان اگه من نرم افزار رو ران بکنم، خب باکس چون قیدی نداشته به پایین سقوط میکنه با توجه به شتاب گرانشی که برای نرم افزار تعریف شده، اما نوار نقاله سر جاش ثابت باقی میمونه. اگر شما روی نوار نقاله دبل کلیک بکنید و قسمت پوزیشن مراجعه بکنید، میبینید که حالت انکردش به صورت پیش‌فرض فعال هست. در حقیقت نوار نقاله یا کانویر رو شما هر وقت ایجاد میکنید به صورت پیش‌فرض این گزینه انکرد براش حالت فعال باقی میمونه. حالا من برای اینکه بخوام کانتکت یا تماس بین باکس و کانویر رو تعریف بکنم، میام و جفت اونا رو انتخاب میکنم. این کار رو میتونم با درک کردن ماس به این صورت و انتخاب تمامی اجسام انجام بدم، و یا اینکه یکیشون رو انتخاب بکنم با کلیک و کلیک کنترل کیبورد رو نگه دارم و بادی دوم رو هم انتخاب بکنم با کلیک کردن روی خب رایت کلیک میکنم روی یکی از این اجسامی که انتخاب کردم و حالت کلاید بین اونها رو فعال میکنم. حالا اگر من ران رو بزنم، متوقف شد، دوباره از اول ریسیت میکنم و ران رو میزنم. همونطور که ملاحظه میکنید این نوار نقاله در جهت مثبت ایگرگ ها، اگر به تب مربوط به سوپس پلاسیتی مراجعه بکنیم برای کانویور، یک بار دیگه اینو ریسیت بکنم، در جهت ایگرگ ها داره به حرکت ادامه میده. شما میتونید این جهت رو تغییرش هم بدین، مثلا در قسمت سورفس ولاسیتی الان همونطور که ملاحظه میکنین به صورت پیش فرض داره با سرعت 2 دهم متر بر ثانیه در جهت مثبت محور ایگرگ ها این نوار نقاله حرکت میکنه و با خودش هر جسمی که باش در تماس باشه رو به حرکت در میاره. اگه بخواین این جهت رو تغییر بدیم، به عنوان مثال در جهت منفی، کافیه که این مقدار رو به منفی 1 تغییر بدیم و این دفعه به صورت برعکس شروع به حرکت میکنه. کانویور حتی این امکان رو داره که علاوه بر جهت ایگرگ در جهات ایکس و زد هم شما امکان ایجاد حرکت دادن رو براش فراهم بکنید. برای نشون دادن این موضوع من دوباره روی این کانویور کلیک میکنم و از تر مربوط به کانویور قسمت ایگرگش رو باز کمی زیادتر میکنم تا این موضوع قابل تشخیص باشه. یک بار دیگه من با همین شرایط که داشت سیستم رو ران بکنم، ملاحظه میکنید که در جهت ایگرگ الان شروع به حرکت میکنه باکس. اما اگر بیام در سورفس ولاسیتی و به جای اینکه حرکت در راستای ایگرگ بذارم، در راستای ایکس بذارم، در راستای مثلا مثبت 1 و حالا ران رو بزنم، ملاحظه میکنید که این دفعه در راستای ایکس شروع به حرکت میکنه. همچنین میتونم ترکیبی از این دو راستا رو انجام بدم و دوباره ران رو بزنم. این دفعه هم در جهت X و هم در جهت Y کانویور ما داره با سرعت مطلق 2 دهم متر بر ثانیه حرکت میکنه. سرعت رو مثلا یک کمترش بکنم، به عنوان مثال 1 دهم، و ران رو دوباره انجام بدم، خواهید دید که این دفعه به این صورت سیستم ما شبیه سازی میشه.
خب بنابراین این یکی از خواصی بود که مربوط به کامبیور یا نوار نقاله هستش که شما میتونید از این طریق برای به حرکت در آوردن اجسام روی اون استفاده بکنید. یکی دیگه از خواصی که در اکثر بادی ها مشترک هست، خواص تماسی هستش که از طریق تب کانتکت قابل استفاده و بررسی هستش. این تب برای عمل شبیه‌سازی تماس مستقیم بین اجسام هست و همچنین برای تعریف برخورد اونها به صورت واقعی تر. پارامترهای این صفحه رو همینجور که ملاحظه میکنید به دو بخش تقسیم میشن. یک بخش مربوط به کانتکت دیتکشن هست و یک بخش کانتکت ریسپانس. در بخش مربوط به کانتکت دیتکشن اگر گزینه مربوط به فاست سورفس فعال باشه، این گزینه میشه صافی سطح رو به کمک اون تعیین کرد. برای این کار شما کافیه که روی دکمه فاست کلیک بکنید و کمیاتی که مربوط به اون هست رو براش وارد بکنید. اگر گزینه مربوط به اسموت سورفس فعال باشه، با فعال کردن این گزینه شما میتونید به طور نقطه‌ای با جسم دیگه در تماس باشه. یعنی این تماس هم از نوع تماس به اصطلاح صیقلی خواهد بود که این کار برای تماس‌هایی که برای بادامک و پیرو معمولا ایجاد میشه استفاده میشه. قسمت بعدی حالت فعال بودن ایمپالس و مومنتوم هستش که اگر شما این گزینه رو فعال بکنید در حین برخورد دو تا جسم با هم دیگه، معادله ضربه و مومنتوم توی رفتار برخورد اونها حاکم خواهد بود. اگر این حالت فعال باشه شما میتونید با استفاده از دکمه پراپرتیز ضرایب بازگشت پذیری و ضرایب استکاک رو هم در این حالت تعریف بکنید. و اما اگر حالت کاستوم مدل فعال باشه، این گزینه معادله حاکم بر رفتار برخورد رو میتونه به صورت دستی و با زبان برنامه نویسی که با ورکینگ مدل انجام میشه تعریف بکنه. که اگه شما بخواید از این گزینه استفاده بکنید، باید قبلا تجربه لازم رو یا تئوری‌های لازم در مورد رفتار حاکم بر حرکت اون سیستم رو داشته باشین تا بتونین اینجا تعریف بکنین و به ورکینگ مدل این رو بفهمونین که با این معادلات شروع به حل شبیه‌سازی شما بکنه. خاصیت یا پراپرتی بعدی که میتونه مطرح بشه اینجا وکتور هست که الان چون اینجا وجود نداره من میتونم از این قسمت اون رو انتخابش بکنم. به این صورت و وکتور همونطور که ملاحظه میکنیم که چند تا گزینه به شما میده که در حین شبیه سازی مثلا شما میتونید بردار مربوط به سرعت رو داشته باشین که به شما نشون بده، به مهارت وایر فریم رو انتخاب بکنم و یا مثلا بردار شتاب رو به شما نشون بده و یا بردار نیروهایی که داره وارد میشه. اندازه و رنگ این بردارها هم قابل تنظیم هستش که به اونها اشاره شده. پس بنابراین این هم مربوط به حل مربوط به وکتور میشه. یک خاصیت دیگه مربوط به ساختار رنگ باز میشه که اون از تب مربوط به تکسچر قابل دسترسی هستش. شما میتونین یک عکس مورد نظرتون رو اگر بخواین با کلیک کردن روی این گزینه و انتخاب اون عکس از مسیری که در اون سیف کردین، اون رو در حقیقت بندازینش روی اون بادی یا اون جسمی رو که ایجاد کردین و حتی محل قرارگیری اون عکس رو هم میتونین با دادن این مختصات و همچنین نحوه اسکیل شدن اون عکس در اینجا تنظیم بکنید که این کار بیشتر برای جنبه‌های ظاهری کار، برای تفاوت بین رنگ‌های اجسام استفاده میشه. بنابراین از این گزینه هم شما زمانی استفاده میکنید که میخواین یک عکس خاصی روی سطح خارجی یک بادی انداخته بشه و بنابراین از لحاظ شبیه‌سازی خلالی توی شبیه سازی ما ایجاد نمیکنه، فقط به لحاظ ظاهری میتونه ظاهر امر رو کمی تغییر بده. این هم مربوط به این قضیه. در ادامه اگه باز شما روی باکس دبل کلیک بکنید تا صفحه پراپرتیز باز بشه، همونطور که میبینید اون تب مربوط به سورفس ولاسیتی که برای کانویور تعریف کردیم برای باکس
هم در اینجا قابل انتخاب هست. یعنی همون مواردی که برای کانویور گفته شد رو شما میتونین اینجا هم استفاده بکنین. یعنی یک سرعتی رو تعیین بکنین برای سطح باکستون و جهت حرکت اون سطح رو هم یا جهت دوران اون موتوری که به صورت فرضی برای حرکت دادن اون سطح در نظر گرفته میشه رو هم در اینجا تعیین بکنین. بنابراین این گزینه مواردش دقیقاً مشابه با مواردی هستش که برای کانویور مطرح شد. سایر خواص رو هم اگر شما بخواید مورد بررسی قرار بدین کافیه که روی هر کدوم از اینا کلیک بکنین و یا مواردی رو که میخواین انتخاب بکنین و اونها رو به بررسی بیشتر بپردازین. به عنوان مثال مثلا اگر از تب مربوط به سنترال اینرشیا استفاده بکنین میتونین مقدار جرم، چگالی و غیره رو تغییر بدین. به عنوان مثال اگر گزینه کاستوم رو بزنید این امکان رو به شما فراهم میکنه تا بتونید تانسور مانیرسی رو به صورت دستی براش وارد بکنید. اما اگر فرض بکنید که اسم شما همگن هست حالت یونیفرم رو انتخاب میکنید و فقط دادن جر برای اون جز خود نرفسار این تانسور رو محاسبه میکنه به این حالت که این جرم هم میتونید عدد وارد بکنید در اینجا و یا به صورت فرمولی جرم رو براش تعریف بکنید. من اینجا صفحه خواص رو میبندم و کار رو فعلا تموم میکنم.